مقام های نظامی در ایران از احتمال تغییرات در الگوی سربازی خبر میدن این تغییرات احتمالی در حالی مطرح میشه که چندی پیش هم مرکز پژوهشهای های مجلس شورای اسلامی هفت مدل پیشنهادی رو با هدف ایجاد سیستم سربازی حرفه‌ای، البته برای جایگزینی با الگوی سربازگیری اجباری در ایران پیشنهاد کرده جزیت بیشتر در گزارش پیام یزدیان و و مردان ایران زمین مرکز های مجلس ایران می‌گوید تاریخ مصرف سربازان وظیفه‌ای که صرفاً به های خدماتی، نگهبانی و غیر تخصصی می‌پردازند گذشته است. مرکز های مجلس با بررسی قوانین نظام وظیفه 197 کشور جهان به این نتیجه رسیده که در شرایط سیاسی اجتماعی امروز دیگر سیستم سربازگیری اجباری در مقایسه با الگوهای سربازی داوطلبان محور و سربازی حرفه‌ای کارایی لازم را ندارد و توان بالای نظامی نیروهای مسلح در جهان به دلیل تغییر شیوه جنگ ها دیگر به کسرت سربازان بستگی ندارد و با اختیاری و حرفه‌ای شدن سربازی میتوان ریسک امنیتی دفاعی و هزینه های اقتصادی دولت را به حداقل کاهش داد و از انبوه تخلفاتی نظیر فرار از خدمت و غیبت سربازان کم کرد. ولی تغییر الگوی سربازی و ایده سربازی حرفه‌ای در ایران باعث بروز اختلاف نظرهایی در میان مقامهای های بلند پایه نظامی ایران شده است. فرمانده نیروی انتظامی ایران طرفدار ایده سربازی حرفه‌ای است و میگوید با حرفه‌ای شدن سلاح ها آموزش ها نیز باید حرفه‌ای باشد. به گفته اسماعیل احمدی مقدم مدت دو سال برای آموزش یک سرباز کم است. در نقطه مقابل این اظهارات کمالی جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح ایران ضمن انتقاد از ایده سربازی حرفه‌ای به مشکل تأمین اعتبار ارتش حرفه‌ای و بالا رفتن بودجه دفاعی اشاره کرده و سربازان وظیفه به عنوان نیروهای ارزان و افراد یاد کرده که با حداقل بودجه و اعتبارات در تولید امنیت نقش دارند حسنی سعدی معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران نیز تشکیل ارتش حرفه‌ای را یک فکر خام دانسته و در همایش خدمت سربازی گفته که سرباز باید جوان باشد چون یک فرد 35 ساله جسارت و جرأت یک جوان 18 ساله را ندارد در همین حال توی سرکانی نماینده ولی فقیه در بسیج از تشکیل گردنهای خاص با هدف دفاع از مرز و بوم ایران به دور از چشم رسانه ها خبر می‌دهد. هدفی که به گفته ناظران در شرح وظایف نیروی بسیج تعریف نشده و بر اساس قانون وظیفه دفاع از مرز و بوم در حیطه وظایف ارتش است. <applause> با جنبندی این سخنان و با توجه به شمار انبوه نیروهای مختلف نظامی و امنیتی حقوق بگیر در ایران نظیر سپاهی و بسیجی که به موازات دیگر نهادهای نظامی و انتظامی به فعالیت مشغولند، دور از واقعیت نیست که سربازی حرفه‌ای در قالب این نیروهای بلقوه به بلفل تبدیل شود. با بررسی رشد منفی جمعیت در ایران میتوان به این نتیجه رسید که تغییر در سیستم کنونی سربازی با توجه به تغییر شرایط زندگی جوانان و تحصیل سربازان و در نظر گرفتن روند رو به رشد سرعت پیری جمعیت است ضروری و اجتناب ناپذیر پیامی از صدای آمریکا